بسم الله الرحمن الرحیم ای که با نامت جهان آغاز شد دفتر ما هم به نامت باز شد با نام و یاد خداوندی که یادش آرام بخش دلهای ماست عرض سلام و احترام و ارادت خدمت شما بینندگان ارجمند و همراهان محترم برنامه عارفانه امیدوار هستم که ایام به با کامتان باشه و انشاءالله ساعت و لحظاتتان مملو و از یاد خداوند متعال باشه خوشحال هستیم که در یک روز دیگر با برنامه عارفانه در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و آرزومند هستیم که همه شما سروران گرامی از نعمت عافیت برخوردار باشین و ان فرصت کافی داشته باشین برای اینکه این برنامه را مشاهده بفرمایید. همه شما بینندگان عزیز این فرمایش نورانی حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و, علی و سلم را شنیدین که فرمودن اطلب العلم ولو بسین علم را طلب بکنید و در جستجوی علم باشید حتی اگر در نقاط دوردستی همچون چین باشد اما سوال اینجاست که این علمی که مورد نظر حضرت خاتم صلی الله علیه و, علی و سلم هست کدام علم است در حدیث شریفی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده حضرت در همین باره فرمودند که منظور از این علم و هو علم النفس و, و فیه معرفت الرب عزوجل و, رب عز و جل. این علمی که دستور دادند که حتی اگر در دورترین نقاط هم باشه به خود زحمت بتین و به دنبالش برین علم نفس هست خودشناسی و معرفت نفس که در این علم معرفت خداوند متعال نهفته است موضوعی که ما روزهای پنجشنبه خدمت شما بینندگان عزیز به بحث خواهیم گرفت در رابطه با همین بحث معرفت نفس هست و موضوعات دیگری که در جوانه بهش مطرح کرد در خدمت کارشناس محترم مسائل دینی و استاد محترم دانشگاه سرور ارجمند من جناب آج های سلطانپور هستیم و در این بار انشاءالله میخوایم صحبت بکنیم اختصاصا گفتگو ما امروز در رابطه با مفهوم نفس و مراتبش خواهد بود خدمت شما آقای سلطان سلطانپور بزرگوار از سلام داریم خیلی خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم من هم خدمت از عالی دوستان و عزیزان و همکاران تلویزیون و تمدن و همچنین همه بینندگان که این برنامه رو تماشا میکنن عرض سلام و ادب دارم زنده باشه میکنیم ما در مزار شما مطالبی بیرن مقدمتا ارز کردیم تا اینکه انشالله ذهن بینندگان و محترم آماده باشه برای اینکه وارد این بحث بسیار مهم و اساسی بشیم تا جایی که بازم جسرتا من خدمت شما بینندگان از ارز بکنم که در رابطه با این بحث معرفت نفس آمده که این بحث انفعال معرف است یعنی نافع ترین و سودمند ترین معرفت ها و شناخت ها هست ولی دا جا داره که بتنیم این بحث انشالله واکاوی بکنیم و جلسات متعددی را در این باره صحبت بکنیم به استناد آیات کریمی قرآن و روایت معصومی در ایمان سلام در خدمت جناب هستیم استاد همونطور که شما احادیث شریف رو بیان فرمودید در ارتباط با بحث اهمیت شناخت نفس دقیقا به همین شکل هست اساسا نفس انسان یکی از موضوعات مهم و اساسی است که در علوم مختلف مورد توجه هست و به آن بحث. پرداخته شده و از, از, یک اهمیت خاصی برخوردار هست در علم فلسفه بحث نفس یک بحث بسیار مهم است در عرفان به همین شکل مخصوصا در اخلاق علم اخلاق بحث نفس یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی است و همچنین در آیات قرآن کریم بحث نفس یکی از بحث های مهم و اساسی هست همونطور که شما فرمودید اگر انسان بخواد انسان شناسی خوبی داشته باشد انسان را خوب بشناسد لازمش این است که نفس انسان را بشناسد دانست. انسان به هیچ عنوان نمیتواند بگه انسان شناسی خوب دست پیدا بکند بدون اینکه نسبت به نفس آگاهی لازم و اطلاعات لازم را داشته باشد بنابراین بحث شناخت نفس یک بحث مهم و اساسی است چرا دلیلش این است که شناخت نفس با سرنوشت انسان گره خورده است بله. انسان اگر میخواد به سعادت برسد خوشبختی برسد در مسیر پروردگار موفق باشد و موفق عمل بکند کامیاب باشد لازمش شناخت نفس است باید از مسیر نفس انسان عبور بکند اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم اون عاملی که باعث می شود انسان به سعادت برسد یا انسان به شقاوت برسد همین نفس است. اگر انسان نفسش رو کنترل کرد در مسیر مخالفت با نفس مخالفت با هواهای نفسانی تمایلات نفسانی حرکت کرد و این نفسش رو تربیت کرد در مسیر پروردگار این نفس عامل موفقیت و پیروزی انسان در مسیر خدای متعال می شود و این نفس او را می به خدای متعال او را به قرب الهی نزدیک می کند اما اگر نفس رها باشد افسار نفس در دست عقل انسان نباشد در, دف... در دست انسان نباشد این نفس انسان را به یک جای دیگر می برد مسیر دیگر می برد خلاف مسیر الهی که در نهایت منتهی به شقاوت می شود لذا بحث نفس واقعا بحث مهم و اساسی هست که حتما انسان در مسیر تعالی و در مسیر رسیدن به پروردگار کامیابی در مسیر حق تعالی و سیر الله نیاز به بحث شناخت نفس دارد انسان زنده سن. باشین جناب اصد سوال مهمی که الان مطرح میشه ای است که حالا ما وقت اهمیت معرفت نفس و شناخت نفس را دانستیم خود این نفس چی هست چه مفهومی دارد؟ دقیقا چرا باید بشناسیم این سوال مطرح هست در ارتباط با بحث مفهوم نفس معانی متعددی نقل شده است این طور نیست که برای نفس یک معنای مشخص و مورد اتفاق باشد حتی در علوم مختلف چه فلسفه چه عرفان چه اخلاق و چه در آیات شریفه قرآن و همچنین در کتب لغت وقتی ما با واژه نفس مواجه می شویم میبینیم که در ارتباط با بحث واژه نفس معانی متعدد نقل شده است مثلا شما در بحث لغوی وقتی به بحث واژه نفس میرسید برای واژه نفس معانی متعدد نقل شده است حداقل تا معنا برایش نقل شده است نفس به معنای روح است جان هست این یک معنا باید. نفس به معنای جسد و این تن به این تن هم نفس گفته شده در لغت باید. و سومین معنایی که برای نفس در لغت مطرح شده بحث خود هست نفس به معنای اصل و اون حقیقت انسان هست حقیقت یک شی هست لذا وقتی میگن ذات و شی نفس و شی وقتی گفته میشه یعنی ذات اون شی اصل اون شی حقیقت اون شی که در فارسی تعبیر به خود میکنن نفس به معنای خود هست این معانی است که در لغت برای نفس مطرح شدن اگر ما برگردیم به آیات شریفه قرآن و بحث معانی نفس رو در کلمات نورانی قرآن کریم دنبال بکنیم و استعمالاتی که در قرآن داشته است باز هم به همین میرسیم که نفس داره یک معنای واحد نیست در آیات شریفه قرآن آیات متعدد معانی متعدد برای بحث نفس مطرح شده است که در اینجا من حالا بعضی از مفصلین سه تا معنا برای بحث نفس مطرح کردن بعضا چهار تا بعضا معانی بیشتر حداقل من چند تا مساق رو من اینجا عرض بکنم با توجه به خود آیات شریفه باشد. قرآن یکی از مصادیق و معانی که در ارتباط با بحث نفس مطرح شده است. بحث تمایلات نفسانی هست خواهش ها خواهش های نفس انسان و درون انسان و قرائز انسان است که حالا به تعبیر اصطلاحیش تعبیر به نفس اماره شده است بهم. و اون آیه شریفه هم مربوط به حضرت یوسف علیه السلام هست در سوره مبارکه یوسف آیه 53 وقتی حضرت یوسف علیه السلام بیگناهیش ثابت شد اونجا همه شهادت دادن هم پادشاه شهادت داد که یوسف بیگناه هست هم زلیخا شهادت داد همه هر کسانی که اونجا ز... حضور داشتن اما حضرت یوسف علیه السلام یک جمله فوق بیان کرد و اون جمله این است و ما ابر و نفسی ان النفس لاماره بالسو الا ما رحم ربي ان الله غفور و رحیم حضرت یوسف علیه السلام فرمود من نفس خودم را یعنی خودم را تبرعه نمی کنم بله. با اینکه حضرت یوسف پیامبر هست اما جمله این است من نفس خودم را تبرعه نمی کنم چرا؟ این نفس به بسو نفس این نفس اون حقیقتی است که انسان را دعوت به چی می کند؟ دعوت امر به بدی ها می کند بله. این این نفس به بسو این نفس به معنای تمایلات نفسانی است. آجا این سیاه هم, اماره هم سیاهی... به اصطلاح نشان دهنده اون اغراقی هست که دقیقا. بسیار امر کننده در فارسی بود بسیار امر کننده یعنی بسیار بس. یعنی همواره امر میکند یعنی این نفسی که در وجود انسان است همواره انسان را امر به بدی میکند همیشه بسیار و بسیار امر می کند که انسان به سمت بدی حرکت کند در مسیر انحراف حرکت کند حضرت یوسف که پیامبر الهی هست چنین سخنی می بعد حضرت میفرماید اگر من موفق شدم در این آزمایش الهی و نزدیک به گناه نشدم به خاطر این بود با اینکه نفس منو امر می که به این سمت حرکت بکنم اما اگر لطف پروردگارم نبود من هر آینه گناهکار خواهم بود مرتکب می شدم چون این نفس همیشه مرا وادار می کند وسوسه می کند که من به سمت غیر خدا حرکت بکنم اما لطف خدا شامل حال من شد و مانع شد که من در این مسیر حرکت کنم یکی از معانی نفس چیست تمایلات نفسانی است که در این آیه شریف قرآن بهم. مطرح شده است که این نفس نفس اماره است نفس سرکش است که انسان را امر به گناه و معصیت الهی می کند این یک معنا دومین معنایی که برای نفس مطرح شده است به معنای بشر اولیه هست بقید. یا اون انسان اولیه که خدای متعال خلق کرده است در سوره مبارکه نساء آیه اول هست که خدای متعال می‌فرماید یا ای الناس اتقوا ربک الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها اینجا خیلی زیبا خدای متعال می‌فرماید ای, ای مردم اتقوا ربک خود پروردگارتون بترسید تقوای الهی رو پیشه بکنید کدام پروردگار الذی خلقکم من نفس واحده اون خدایی که شما رو خلق کرد از یک نفس واحد یعنی اون بشر اولیه لذا یا به تعبیر دیگر ارز کنیم این معنا یعنی انسانی که مرکب است از جسم و روح یعنی یکی از معانی نفس چی است انسانی که مرکب از جسم و روح است لذا اینجا خدای متعال میفرماید همه انسان ها هم همسر حضرت آدم و هم همه انسان ها مردان و زنان که بعد از حضرت آدم آفریده شدن همه برمیگردند به اون نفس واحده الذي خلقكم من نفس واحده یا ای که در جای دیگر خدای متعال میفرماید که این خطاب خطاب به بنی اسرائیل هست و کتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً من قتل نفساً بغير نفس إن نفس بمعنى مركب از جسم وروح <applause> يعني ت إنس وكتبنا على بني إسرائيل ما برای اسرائیل مقرر کردیم قانون کردیم چه قانون کردیم این که من قتل نفسا کسی که یک نفسی را بکشد یعنی یک انسانی را بکشد کدام انسان انسانی که بیگناه هست است به غیر نفس قتلی انجام نداده است او فساد فل الارض فسادی هم در زمین نکرده است هیچ جرم جنایتی خطایی نکرده است کسی که انسان بی گناهی را بکشد انما قتل الناس جمعیه مثل این است که تمام انسان ها را کشته است یک انسان در مقابل همه بله خیلی ت... آیه آیه زیباست ادامه آیم زیباتر از این است من احياها... آ و من احیاها فق... انما, انما... جمعی اگر انسان یک کسی بیگناه یک انسان بیگناه را بکشد مثل این است که همه انسان ها را کشته است یعنی کیفرش به همین انداز است بحره. چرا؟ چون این انسان بی کرده است نسبت به عظمت انسان ارزش انسان لذا چنین کیفر بزرگی دارد اما اگر کسی احیا بکند به همین اندازه پاداش خدای متعال عنایت بکند خیلی زیباست در اینجا معنا معنای نفس انسانی است که خدای متعال بیان میکند که اگر کسی کشته بشد یعنی انسانی که مرکب از جسم و روح است بسیار عالی خیلی عالی استفاده کردیم جناب استاد سلطان پور بینندگان عزیز با ما همراه باشین یک میان برنامه آماده هست مناجات زیبایی است که اتفاق شما خواهیم دید و انشالله بر میگردیم و ادامه گفتگو تقدیمتان خواهد شد تشکر میکنیم از اینکه بیننده برنامه عارفانه هستین بینندگان عزیز گفتگوی ما در برنامه کنونی در رابطه با مفهوم نفس و مناطبش هست و از اهمیت این بحث یعنی شناخت نفس و معرفت نفس همین بحث که امیر و علیه السلام فرمودن معرفت نفس اکمل المعارف و همچنین انفع المعارف هم نافعه ترین و سودمند ترین معارف و شناخت ها محسوب شده و هم کاملترین ترین شناخت ها انشالله که توفیق داشته باشیم تا این بحث ارزشمند را و اتفاق شما بینندگان عزیز دنبال بکنیم و در خدمت کارشناس محترم حاج آقای سلطانپور هستیم بفرمایید. سومین معنا از معانی نفس که در آیات شریفی قرآن استفاده شده و کاربرد داشته است بحث روح هست نفس به معنای روح ده. هست خود متعال در سوره مبارکه انعام آیه 92 می فرماید ولو ترا اد الظالمون فی قمرات الموت والملائکت باسطو ایدیهم اخرجو انفسکم این آیه در مورد کسانی هست که در ارتباط با آیات کلام الله مجید در ارتباط با آیات الهی تکذیب کردن آیات الهی رو قبول نکردن ظلم کردن به نفسشان حالا خدای متعال میفرماید خب کسانی که این چنین ظلم کردن و بر خدا دروغ بستن اینها هنگام مرگ وقتی فرا میرسد فی قمرات الموت وقتی اینها در این هنگام در لحظات مرگ وقتی قرار میگیرند گیرن ملائکه الهی اینها را خطاب می کند چی میگوید گوید؟ خوب. اخرجو انفسکم ملائکه الهی به اینها میگوید نفستان را رو یعنی روحتان رو تسلیم بکنید این نفس به معنای روح است و خاطر اینکه وقتی انسان می میرد جسم انسان از بین می رود اما روح انسان هست روح انسان می ماند لذا این نفس به معنای روح هست یا در جای دیگر خدای متعال در سوره مبارکه زمر هست آیه 42 می فرماید الله یتوفى الانفس حین موتها خدای متعال قبض می کند ارواح مؤمنین را مردم را انسان را حین موتها این روحشان قبض می کند این نفس به معنای روح هست این ارواح به معنای روح هست پس سومین معنای نفس معنای روح هست که در آیات کلمه قرآن استفاده شده چهارمین این معنا که برای نفس در آیات شریفه قرآن استفاده شده بحث ذات یک هست حقیقت یک شی هست این معنا مخصوص انسان نیست هم شامل انسان می شود هم شامل غیر انسان می شود و در آیات شریفه قرآن اطلاق به ذات پروردگار هم شده است خدای متعال می فرماید در سوره انام آیه دوازده قل لمن ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفسه الرحمه اینجا سوال و جوابی است که قرآن کریم مطرح میکند خدای متعال میفرماید قل من ما في السماوات والارض اون چی که در زمین است اون چی که در آسمان است اینا از آن چه کسی هست مالک اینها چه کسی است بعد بلا فاصله جواب میداد قل الله از آن خدای متعال است مالک همه این هستی خدای متعال است شاید مثال اینجاست کتب علی نفسه الرحمه خدای متعال بر خودش لازم کرده است واجب کرده است علی نفسه یعنی بر خودش بر ذات خودش چه چی چیزی را لازم کرده است رحمت را لذا از رحمت الهی همه انسان ها برخوردار است چه اونهایی که مسلمان چ چه اونهایی که مسلمان نیست همه انسان ها همه بشریت از رحمت الهی برخوردار است این چهارمین معنایی است که برای بحث نفس مطرح شده است پنجمین معنایی که برای بحث نفس مطرح شده در آیات شریفه قرآن نفس به معنای قلب است و باطن هست ده. خدای متعال می‌فرماید در سوره اعراف آیه 205 ربك نفسك و ربک فی نفسک تزرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال و ادامه آیه اینجا خدای متعال میفرماید وذکر ربک پروردگارت رو یاد کن فی نفس که در باطن خودت در دل خودت در قلب خودت تذرعا با حالت تذرع با حالت آرامی خدای متعال رو باید یاد کنه این معانی است که در آیات شریفه قرآن در ارتباط با بحث نفس مطرح شده است این آیات شریفه است که در ارتباط با بحث قرآن هست اما اگر از آیات قرآن بگذریم و مفهوم نفس رو بیایم از بعد اخلاقی بحث بکنیم ورود پیدا بکنیم به بحث علم اخلاق باز هم میبینیم بحث نفس یکی از موضوعات مهم و اساسی است اساسا موضوع علم اخلاق نفس انسان است یعنی تمام اون که اخلاق علم اخلاق میپردازد تمامی موضوعات برمیگردد به یک موضوع اصلی نفس انسان خصوصیات و صفات موجود دقیقه. به نفس دقیقا لذا در بحث علم اخلاق تعریف میکنند مجموعه ای از قوانین و دستوراتی است که بایدها در قالب بایدها و نبایدها مطرح میشود که چیکار میکند آفات و امراض نفس را شناسایی می کند و راه درمانش را هم برای انسان بیان می کند اول صفات رو شناسایی می کند امراض رو شناسایی می کند آفات هایی که برای نفس است و مزر است برای سعادت انسان و شخصیت انسانی انسان اینا را شناسایی می کند سپس راه درمانش رو برای انسان بیان می کند پس موضوع علم اخلاق نفس انسان است لذا در علم اخلاق تعریف نفس این است جوهره ملکوتی و غیر جسمانی هست که برای انجام اموری یا ترک چیزی جسمانیات را یعنی امور جسمانی اعضا و جواره مادی انسان را به خدمت می گیرد. در تعریف نفس در علم اخلاق نفس به معنای روح هست آه. یعنی جوهره ملکوتی است جوهره هست که جسمانی نیست نسم. جسم نیست لذا مجرد هست به تعبیر فلسفه این جوهره ملکوتی مجرد هست غیر مادی هست و خصوصیت دیگرش این است که فناناپذیر هست باقی هست ثابت هست با مرگ انسان از بین نمیرود با اینکه جسم انسان از بین میرود رضا وقتی مرگ رو میخوایم تعریف بکنیم مرگ رو نمیگویم نابودی هست مرگ صرفا یک انتقال هست بله. یعنی اینکه انسان وقتی میمیرد این نیست که نابود بشود نه مرگ یعنی انتقال یعنی من انسان از این عالم انتقال پیدا میکنم به یک عالم دیگر اون حقیقتی که باقی میماند چی است روح انسان است لذا روح انسان و نفس انسان حقیقت انسان است جسم انسان از بین می رود جنس انسان نابود می شود ثابت نیست اما روح می ماند فقط حالتش تغییر می کند اینجا در این کالبد جسمانی هست در حالت دنیاوی هست اونجا یک حالت دیگر قرار می گیرد لذا بارسترین خصوصیت نفس این است که ملاک برتری انسان نسبت به سایر حیوانات و سایر موجودات و مخلوقات است این آیه شریفه قرآن خیلی زیبا هست خدای متعال در سوره مبارکه ساد آیه 72 می فرماید فَإِذَا فا فیه وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ این خطاب به ملائکه الهی است هنگامی که خدای متعال حضرت آدم رو میخواست خلق بکند خدای متعال میفرماید فاذا فا سویت زمانی که آدم نظاممند شد نظام گرفت شکل گرفت و نفخت و فیه من روحی و من از روح خودم دمیدم به این کالبد خاکی حضرت آدم و این انسانی که من دارم خلق میکنم اون وقت شما چیکار کنید فقط له ساجدین بیفتید و سجده بکنید در برابر این موجودی که من خلق کردم اینجا تعبیر خیلی تعبیر زیبا هست نفخت من روحی خدای متعال میگه من از روح خودم دمیدم به این انسان که اضافه تشریفی زاری دقیقا خدا میخواد شرافت این روح را برسانه به الله خب این روح خودش مخلوق هست بله دقیقا همین است یعنی این روحی که میگه صرفا میخواد اینو بین کنه شرافت انسان را مقام و منزلت انسان رو بیان میکند لذا این نفس نفسی است که ملاک برتری انسان نسبت به سایر مخلوقات حتی ملائکه الهی است که ملائکه میافتن و سجده میکنند در برابر انسان لذا نفس جایگاه فوق العاده ای در بحث علم اخلاق دارد و این تعابیدی است که در ارتباط با بحث علم اخلاق از نفس شده است ان در بحث بعد مراتب نفس هست که در بحث علم اخلاق مطرح شده است که خودش مراتب متعددی دارد خدا خیرت هم بتجنب خالص سلطان پور ما اتفاقا می خوایم این بحث مراتب بشیم فرصت به نظرم داریم چون هنوز همکار نشاره نکردن که ما میام برنامه بریم بله چهار دقیقه فرصت داریم در این بخش بعد از یک میامره باز هم حالا فرصت خواهیم داشت دوست داریم که الان بپردازین حضرت علی به این که حالا این نفس که الحمدلله با بیان شیوهای حضرت علی ما مفهومش دریافت کردیم که این نفس چی هست به استناد آیات کریمه قرآن مجید حالا بپردازید به اینکه که چه مراحلی داره نفس انسان و مراتبش چی هست در قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم و مراتب نفس و مراحل نفس رو توصیف کنیم و بیان بکنیم من لازم میدونم یه نکته رو عرض بکنم و اون نکته این است که وقتی ما میگیم نفس مراتب داره، منظور ما این نیست که انسان انواع متعدد نفس دارد، نه انسان صرفاً یک نفس دارد همه انسان ها، هر انسان صرفاً یک نفس دارد، یک حقیقت در وجود انسان به نام نفس هست پذیر نیست، در دقیقاً. هر انسان یک نفس این گونه نیست که انسان دارای چند تا نفس باشد یا, انسا... یا نفس انسان چند تا بخش داشته باشد یا نفس انسان داره چند تا قوه باشد این گونه نیست نفس یک نفس هست اما منطقه چگونه هست این نفسی که یک حقیقت است مراتبی دارد مراحلی دارد یا اگر به تعبیر واضحتر بیان بکنیم اگر انسان بخواهد از پایین ترین نازل ترین مرتبه نفس خودشو برساند به عالیترین ترین مرتبه نفس یک مراحلی را باید طی بکند یک مراتبی را باید طی بکند لذا گفته می شاد برای نفس مراتب وجود دارد این نکته اول نکته دوم این است که در ارتباط با مراتب نفس باز هم مراتب متعددی برای نفس مطرح شده و بیان شده است هم در آیات شریفه قرآن و هم در علم اخلاق لذا در آیات شریفه قرآن بعضی از مفسرین معمولاً سه تا مرتبه اصلی برای نفس مطرح کردن بعضی ها چهار تا مطرح کردن بعضی ها بیشتر مطرح کردن اما اگر ما بخوایم به ترتیب از نازلترین مرتبه نفس برسیم به عالی ترین مرتبه نفس مجموعاً هفت مرتبه را و هفت مرحله را باید انسان طی بکند اولین مرحله نفس مسوله هست نفسی است که گناهان را زینت میده دومین مرحله نفس اماره است سومین مرحله نفس لوامه است چهارمینش ملحمه است پنجمینش مطمئن است ششمش راضیه هفتمش مرضیه هست, هست. خب این نشان بده که انسان باید تربیت بکنه نفس خودش تا از یک مرحله که پایین تر هست برسه به مراتب عالی تر و در نشاندن است که انسان میتونه رشد بکنه انسان میتونه در مسیر تعالی و تربیت نفس قرار بگیره دقیقا همینطور است یعنی اساس بحث مراتب وقت گفته میشه همین مطلبی است که شما بیان فرمودید بحث تربیت هست انسان هم اگر میخواهد از یک مرتبه به مرتبه بالاتری برسد باید در اون مرتبه اولی خوب نفسش رو تربیت بکند افسارش رو خوب به دست بگیرد اگر خوب تربیت کرد موفق شد میتونه به مرحله بعدی به. دست بیدا بکنت. بسیار عالی پس در بخش بعدی انشالله وارد همین مراتب و مراحل به اقتضای زمان برنامه وارد خواهیم شد بینندگان ارجمند با ما همراهی بفرمایید بعد از دیدن یک میان برنامه باز هم در خدمت شما سران گرامی هستیم کمال تشکر و سپاس از اینکه شما عزیزان و بیننده با برنامه خودتان عارفانه همراه هستین گفتگوی ما در این برنامه در رابطه با مفهوم نفس و مراتبش هست و در بخش قبلی آشناس محترم جناب آقای سلطانپور به این نکته مهم اشاره فرمودن که نفس انسان زو مراتب هست دارای مرتبه ها و درجاتی هست که در قرآن کریم و روایات این مراتب گفته شده و هفت مرتبه را اسم بردن که باید انسان تلاش بکنه به محض اینکه به مرحله از معرفت نفس دست پیدا کرد در مسیر تربیت نفس و تهذیب نفس قرار بگیره تا بتونه که نفس خودش تعالی بته و برسانه به درجات بالاتر و بالاتر در خدمت شما هستیم این هفت مرتبه رو که برای نفس من بیان کردم تمام این مراحل مستندات قرآنی دارد بس. بدون استثناء همه این مراحل در آیات شریفه قرآن مطرح شده است گاهی سراحتا مطرح شده گاهی مضمون مسئله در آیات شریف قرآن بیان شده است لذا اولین مرحله که انسان اولین مرحله و نازل ترین مرحله نفس است مرحله نفس مسوله است یعنی نفسی که کارش زینت دادن هست آرایش کردن هست آره جذاب کردن هست دوست داشتنی کردن هست لذا نفس مسوله چه کار میکند نفسی هست که گناهان رو برای انسان جذاب میکند کاری میکند که قباحت گناه از بین برود زشتی گناه تبدیل به زیبایی بشود بدی گناه تبدیل به خوبی بشود چرا این کار رو میکند؟ برای اینکه انسان زمانی کار بدی رو انجام میدهد که دیگه بد برای او نباشد ده. این نفس زمینه رو برای انسان ایجاد میکند زمینه ورود به ارتکاب گناه لذا نفس مسوله نفسی است که در وجود همگان هست در وجود همگان این مرتبه اون مرتبه اولیه این هست که نفسی است که دست نخورده و تربیت نشده و در مسیر به سلام و دستور و عملهایی که خداوند و حجتهایش مکتب انبیاء علیه السلام برای بشر اولان قرار نگرفته همینطوره در حالت اولیه حالت اولیه نفس است یعنی در وجود همگان است و همگانی هست و از طرف دیگر نکته دوم این است که این مرتبه از نفس زمانی است که انسان هنوز گناه هم نکرده هنوز عملا گناه نکرده مرتکب گناه نشده لذا وظیفه نفس چی است نفس انسان را وسوسه می کند. نفس وسوسه می کند, زشتی گناه را تبدیل به زیبایی می کند به این هدف که انسان بره این گناه را انجام بدهد لذا نفس مسوله نفس زینت دهنده است نفسی است که گناه را آرایش میکند. کند اون قدر زیبا میکند که انسان به سمت ارتکاب اون گناه حرکت بکند این نفس نفس مسوله و اولین مرحله نفس هست این نکته ای رو که میخوام عرض بکنم این است که این وسوسه کردن نفس همراه با فریب هست من. همراه با فریب و نیرنگ است. انسان در مسیر رسیدن به سعادت با دو تا خطر اصلی مواجه هست یعنی با دو مانع بزرگ مواجه هست یک مانع مانع بیرونی هست یک مانع مانع درونی هست گاهی انسان از بیرون وسوسه می شود گاهی انسان از درون وسوسه می شود این وسوسه شدن از درون خطرناکتر از وسوسه شدن از بیرون است لذا انسان دو تا دشمن اصلی دارد دقیقاً, دقیقا دو تا دشمن اساسی و اصلی انسان دارد که اینها تمام تلاششون می کند که انسان به سعادت نرسد, نرسد. یکی شیطان است عامل بیرونی <applause> یکی نفس است عامل درونی. همه اما عامل درونی خطرناکتر است چرا چون عامل درونی جاده صاف کنه عامل بیرونی هست بیرون. از که حضرت امیر السلام جناب استاد فرمودن اعدا عدوکه نفس کلتی بین جنبه یعنی اون دشمن ترین دشمن تو که حتی از بله بله. شیطان ملون هم کرده با تو دشمنی بیشتر داره نفسه... نفس است که در بین دو پهلوی خودت هست. دقیقا همینطوره اگر تا زمانی که نفس اجازه ورود به شیطان رو ندهد عامل بیرونی رو ندهد شیطان هرگز نمیتواند بر انسان مسلط بشه لذا اون تعبیر آیه شریف قرآن اینجا معنا پیدا میکند که شیطان میگوید من همه مردم را اقوا میکنم لا اغوینهم اجمعین الا عبادك المخلصین درست است همه رو من اقوا میکنم یعنی همه رو اقوا میکنم هر کسی که باشه فرق نمیکنه قسم نمیکنم. جلاله فبعزتك. فبعزتك. قسم خورده واقعا همین طوره یعنی شیطان قسم خورده تمام تلاش خودش رو میکنه تا انسان رو منحرف بکند از مسیر خدا اما به یک گروه اصلا نمیتواند ورود پیدا بکند مخلصین چرا اینها کسانی هستند، انقدر این نفس ها تربیت شده و محکم است که اصلا اجازه ورود به وسوسه های شیطان رو نمیداد که اصلا ورود پیدا بکنه به نفس انسان دقیقا, دقیقاً, دقیقاً مستاق بارز و عتم میشن حضرات معصومین علیه مسلات و سلام هستن لذا انسان این نکته مهم و اساسی است که انسان مراقب نفس خودش باشه و نکته دوم این که نفس انسان واقعا وسوسه می کند یعنی نفس انسان همانند شیطان وسوسه می کند آه. شیطان چگونه وسوسه می کند شیطان مثل نفس زینت می دهد قرآن کریم چقدر زیبا می فرماید و ازیین لهم و و اعمالهم شیطان وقتی وسوسه می کند قالب های متفاوت دارد وسوسه هاش یکی از قالب هاش زینت دادن است اعمال بد رو زینت میدهد و انقدر زینت میدهد که تبدیل به عمل خوب میشه در ذهن انسان در خیال انسان و انسان میره مرتکب میشود این آیه شریفی قرآن در ارتباط با بحث جنگ بدر هست که شیطان قرآن کریم داستان رو نقل میکند که شیطان چگونه مشرکین مکر اغوا کرد و اینها رو زینت داد به اینها اونقدر نیرو و انرژی داد که تا بیاین و در مقابل سپاه پیامبر اکرم بیستن آیه خیلی زیبا هست و ازین از لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس شیطان داره به مشتکین مکه میگوید امروز شما قدرتمندترین هستید قدرتی بالاتر از شما نیست مسلمان ها که قدرتی ندارن عددی نیستن در مقابل شما و این نیجار لکم من حامی شما هستم شما حرکت کنید منم کنار شما هستم فلما ترا اتل فعتان وقتی اونها آمدن گروه مشرکین و با مسلمان ها در مقابل هم قرار گرفتن نکس علا عقبیه شیطان فرار کرد عقب نشینی برد. کرد رها کرد مشرکین را این یعنی ابتدا وسوسه کرد به اونها این اعمالشان را اونقدر زینت داد زینت داد که اونها همه آمدند برد. بعد رها کرد اینها را ادامه خیلی زیباست فرمود و قال انی بری ام منکم کار شیطان همین طور است ابتدا انسان را وادار میکند که یک گناهی را انجام بدهد بعد رها میکند انسان را و بعد به انسان همین جمله رو میگوید قال انی بری ام منکم من از شما تبری میجویم از همه شما شما که نافرمانی خدا را کردید تبری میجویم انی ارا من چیزهایی میبینم که شما نمیبینید من چیزهایی رو میدانم که شما نمیدانید انی اخاف الله من از خدای متعال میترسم والله شدید العقاب خدای متعال شدید العقاب است قرآن کریم باز هم میفرماید در ارتباط با بحث نفس است ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه نفس انسان واقعا انسان را وسوسه می کند یکی از بحث در بحث نفس مسوله همین هست آه. نفس مسوله چه کار می کند؟ زینت می دهد آه. وسوسه می کند انسان را تا انسان در مسیر گناه قرار بگیرد و گناه بکند این مطلب اول مصادیق فراوانی را شما در آیات شریفه قرآن در ارتباط با نفس مسوله میبینید. مستاق بارز این قضیه در داستان حضرت یوسف علیه السلام و سلام هست اونجا که برادران آمدن خدمت پدر و گفتن و جا او علا قمیزهی به دم کذب آمدن پیراهن حضرت یوسف را در مقابل پدر گذاشتن پی، پیراهن که خون آلود بود اما خون خون حضرت یوسف نبود کذب خون دروغ بود وقتی حضرت یوسف پیران رو دید یک جمله گفت قال بل سولت لکم انفسکم امرا این نفس شما بود که این کار شما رو زینت, زینت داد بنت بنت بنت. و شما آمدید در مقابل من که میدانید پیامبر هستم دروغ میگویید با اینکه یوسف زنده از گرگ نخورده ولی میگویید گرگ خورده است عجیب یعنی شی... شیطان و نفس انسان این کار میکند با انسان که انسان جگر گوشه خودش رو بکشد عجب. برادر خودش رو زنده زنده در چاه بیاندازد و اون قدر این را آراسته می کند زیبا می کند جذاب می کند دوست داشتنی می کند که انسان این کار را بکند و افتخار هم بکند واقعا این نکته نکته مهمی است انسان حتما باید توجه کند نفس انسان وسوسه می کند نفس انسان زینت می دهد برای انسان تا انسان در مسیر غیر خدا حرکت خیلی عالی من نتیجه با... با اجازه شما جناب استاد سلطان پور از فرمایشات اردشمند و شما دریافت بکنیم و خدمت بینندگان عزیزم عرض بکنیم اون که وقتی ما دانستیم که مرتبه اولیه نفس نفس مسوله است یعنی زینت دهنده بدیها و گناهان و بعدش هم امارک که امر کننده به بدیها باشه اینجاست که در اسلام به ما فرمودن با این نفس باید جهاد کرد همین طور یعنی این بحث جهاد با نفس به خاطر همین حالت اولیه نفس هست اونم اگر... جهاد اکبر جهاد اکبر که اگر این جهاد و این مبارزه و مقابله با این نفس نباشه انسان در همین مرتبه حزیز و بسیار پست نفس باقی خواهد ماند و به مراتب عالیتر دست نخواهد یافت دقیقا تشکر میکنم انشاءالله در روزهای آتی دوست داریم که همین مراتب نفس رو بیشتر بشناسیم و انشالله. از فرماشات شما بهرمند بشیم بینندگان ارجمند به پایان برنامه رسیدیم از اینکه تا پایان ما هم رو همراهی تشکر میکنم تا دیدار آینده شما رو به خالت بینی از مسفرم خدا نگهدار.